درود بچه بد پایی هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. بچه برای درست کردن ویدیوی قبلی که ریاکت کرده بودیم به بهترین و معروفترین ویدیوهای یوتیوب روی اون یوتیوب چنلی که پیدا کردم، خیلی خودم حال کردم اون ویدیو رو درست کردم. امروز اومدم از روی همون یوتیوب چنل یه ویدیو دیگه پیدا کردم که مربوط به جنگ کنسول‌های گیمینگ میشه و این جنگیه که تا الان عملا بهش پایان داده نشده. خب الان این ویدیو مربوط به پرفروشترین کلن کنسول های هستش که ساخته شده از سال 1972 تا سال 2019 هستش این ویدیو، یعنی این 2020 و 2021 فعلا هنوز توش نیسته، شاید آپدیت بکنه و اونم به اونم ریاکت خواهیم کرد. از 1972 تا 2019 کنسول هایی که ساخته شده فروش رفت و اینجا گذاشته ببینیم که آقا کی میبره فعلا. اوکی برو که داشته باشیم. اوکی لیتس گو. ماگنا ووکس، به عمرم تا حالا اسم این ندیدم تا حالا. اینو این کنسول من یه ذره سرچ کم کنیم، فکرم اسمش ولی یک بار شنیدم ولی ظاهرا ندیده بودنش. آه یه ورژن دیگه شو دادم بیرون. اوکی فعلا هنوز آتاری اینجا لیست کرده ولی هنوز آتاری چیزی یعنی نساخت. بعد آها آتاری اولین کنسولش رو داد بیرون. این نسبت به فروشه که چند تا کنسول فروخته، چند تا یونیت فروخته. بعد سلکو داد بیرون یا سلکو بخشید. آتاری داره میره بالا. آتاری و سولکو از ماگنا ووکس سابقه نینتندو رو سولکو از آتاری هم بالاتر رفت، باورم نمیشه. چقدر آموزنده است این چنل پسر، بیشتر براتون ریاکت میکنم. نینتندو و آتاری، آتاری برگشت بالا. اوکی حالا این عکس رو که نشون میده بچه من یه کامرا باید جابجا کنم براتون، سعی میکنم که این عکس رو نشون بدم چون هر شرکت باز یه چند تا کنسول هی میداد بیرون عکسش رو میذاره. متل، اصلا تو رو نشدم اسم متل رو داره جالب میشه. بعدش یه ورژن دیگه آتاری اصلا رفته اون بالا، پایین بیا نیستن. حالا بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت. آخ اینه من داشتم، نینتندو اینه من داشتم، بهش میگفتیم میکرو بازی میکنیم. نینتندو رو آتاری رو خورد بشوا. آره پا بزن پا بزن شاید برسی بهش. نه نینتندو رفت بالا، اصلا نجومی رفت بالا. تازه سال 1985 بچه سگا اولین کنسولش رو ساخته، مستر سیستم. من یه نسخه از سگا رو داشتم خودم کنسولش رو. آره سگا ساخت و اومد بالا. اوکی ماگنا ووکس رو خورد عملا. بعد NEC یه دونه کنسول ساخت قشنگ. کولکو کالا نمیم تلفظش درست هست یا نه، سولکوی کولکوی رو خورد سگا، همجی رفت داره به آتاری نزدیک میشه. من این نسخه سگا رو داشتم، سگا میگا درایو 16 بیت. نینتندو یه دونه دیگه لانچ کرد که دیگه مطمئن بشه که اون بالا میمونه. این بازیکن خودش بازار رو قبضه میکنه. دوباره یه ریدیزاین دیگه هم کرد با قیمت پایین تر اگه شما نکنم. الان تو سال 2019 همونا 700 یورو دلار میخرن، یورو میخرن. سگا آتاری رو هم زد جلو. اوکی از آتاری سبقت میگیره این بازیکن و در سال 1992 بودش این قضیه. سگا یه کنسول دیگه داد بیرون، اینو یادمه ولی اون موقع هیچکی نخرید، اصلا کسی اهمیت نمیداد بهش. خیلی جالب بود. بعدش آها سگا یکی دیگه هم داد که آها این زاتورن، سگا زاتورن هم ترش بود که پلی استیشن اولین پلی استیشن رو میسازه و با چه سرعتی میاد بالا. پلی استیشن PS1 واقعا گاد بود، خودمونیم. پلی استیشن 1 واقعا بی‌نظیر بود.
این بازیکن آتاری رو جلو میزنه و میره واسه سبقت از سگا، همینجوری داره میفروشه این بازیکن. پلی‌استیشن یک واقعا اصلا یک انقلابی بود واسه خودش توی صنعت گیمینگ. روی پلی‌استیشن تو گیماری میتونی بازی بکنی که واقعا چی بهش میگن، نمیشد دیگه واقعا روی بقیه کنسول بازی کنی، ولی نینتندو بالا با خیال تخت نشسته خودمونیم. سگا یک کنسول دیگه داد بیرون که بخواد رقابت بکنه، ولی خب جایگاه خودش فقط عملا حفظ کرد. سونی داره با چه سرعتی میره بالا، داریم به سال 2000 نزدیک میشیم و سونی همینجوری داره میره جلو. سونی پلی‌استیشن 2 رو میده بیرون و سرعتش بالاتر میره. این بازیکن یه توربو زد دیگه عملا. مایکروسافت داره چیکار میکنه؟ ایکس باکس کوب است، ایکس باکس یک اولین ایکس باکسی ساخته. سونی از نینتندو زد جلو، باورم نمیشه سال 2000 سونی از نینتندو زد جلو. ایکس باکس اولین ایکس باکس رو خوش داد بیرون. اونورم گیم کیوب که اصلا مال نینتندو بود، گیم کیوب اصلا تو نایدی بودمش. اوکی ایکس باکس داره میاد بالا، سونی رفت، ایکس باکس خواه از اینا که قانونم باید میزد بالا. داریم همینجوری پیشرفتش رو نگاه میکنیم. این بازیکن از زیر آتاری مون، آتاری خیلی قدرتش بالا بود ها. ایکس باکس 360 رو داد بیرون، یه نسخه جدیدتر قویتر رو داد بیرون بعد از 4 سال. اوکی سونی همچنان بالا، سونی پلی‌استیشن 3 رو داد بیرون. پلی‌استیشن 3 زیاد قیمتش خیلی بالا بود موقعی که ریلیز شد، یادم پلی‌استیشن 3 خیلی قیمتش بالا بود و ولی خب بالاخره کمک کرد. اوه نینتندو، نینتندو داره چی میگه؟ ایکس باکسی سرش هست داره تاز 2007 2008 Today most consoles are sold at the loss in order to یعنی اکثر کنسول تو این زمان بیشتر یعنی ضرر بود فروختنشون، فقط صرفا به خاطر اینکه بتونن روی گیم و اداناشون سود بکنن، نداشت الان ها. آکه بالاخره تو سال 2010 همین 10 سال پیش بود که ایکس باکس تازه از سگا زد جلو از کنسولش. خیلی حرف سگا واقعا چیز خوبی بود ها، ولی سونی دیگه هیچ دیگه. ویو آکه ولی نینتندو بود که احساس میکنم تو سرعتش هیچ تأثیری نذاشت، یعنی عملا تفاوتی ایجاد نکرد، فقط کمک کرد که ایکس باکس وان اومد بیرون که سرعت رشد ایکس باکس رو میبینی که مایکروسافت رو برد بالاتر. پلی‌استیشن 4 اوکی میبینین چقدر داره فاصله نینتندو و پلی‌استیشن کم میشه، نینتندو داره عقب‌تر میره. پلی‌استیشن 4 واقعا میگم دقیقا این پلی‌استیشن 1 اولین نسخه که اومد اصلا انقلاب ایجاد کرد. پلی‌استیشن 4 واقعا چیز عجیبی بود نسبت به سیستمی که روش میبستن، قطعاتی که استفاده میکردن، گیم هایی که ران میکرد. اصلا بعدش پرو شو دادن بیرون که اصلا دیگه هیچی دیگه که 4K عد کرد. بعد ایکس باکس وان ایکس لانچ شد، یعنی نینتندو، یعنی ایکس باکس به پای نینتندو نرسید. سویچ هز بین نینتندو فست سلینگ کن. اوکی میگه که سویچ سریع ترین فروش توی تاریخ نینتندو داشت از نظر کنسولاشون، بی نظیره. و داره میاد بالا، میبینید داره فاصلش با پلی‌استیشن کم میکنه و به 2019 رسیدیم و فکر کنم تموم شد دیگه. اوکی این صفحه نهاییه بچه ها. سونی در سال 2019 فعلا، فکر کنم پلی‌استیشن 5 هم که اومد بعدش بیشتر شد دیگه، یعنی فکر نکنم این قضیه جابجا شده بود شده باشه. واو اوکی اول سونی، بعد نینتندو، بعد مایکروسافت که همون ایکس باکس ها هستش، بعدش هم سگا. کی فکرشو میکرد؟ اوکی بچه امیدوارم که لذت برده باشه. اینم یک جوابی به سوالایی که ما همیشه میپرسیم که کدوم کنسول بهتره یا کدوم کنسول معروف تره. حالا بهتره که اون نسبت به سلیقه اصلا ربطی نداره، ولی کدوم کنسول معروف تره و بیشتر فروخته، اینم جوابتون تا سال 2019 بود. حالا شاید آپدیتی بدن که بخواید دو سالو بهش اضافه کن، چون خب ایکس باکس جدید اومد بیرون، پلی استیشن 5 اومد بیرون و اینکه
آره شاید دیتا ها تغییر کرده باشه، ولی فکر نکنم در این حدی که بخواد این تغییری توش ایجاد بشه که مثلا بخواد جای پلی‌استیشن نینتندو عوض بشه یا ایکس باکس نینتندو اینا. اوکی دوستان، امیدوارم که لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگه خوشتون هم نیومد حتما لایک کنید، کامنت بذارین و حتما بذارین که من بدونم که چجوری کانتنت خودمو بتونم بهتر بکنم و چیزایی که شما دوست دارین حتما کامنت بکنین. دوستتون دارم و مثل همیشه don't forget to wash your dick. Peace.